أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. برادران وأبشر هاي محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز هم به توفیق الله سبحانه و تعالی ما پروگرام خود را از تلویزیون جهانی پیام افغان آغاز کردیم. امروز که روز بسیار خوب است و صحت سلامت باشین، ما همه از آفات و بلیات در امن و امان خداوند باشین. شما را از بعضی مطالب برتان ذکر میکنم، خوب گوش بگیرید و با تمام چیزهای ما شما یک توجه بکنید که مطالعه کنید، ببینید که ما چقدر گفت داریم در این سالها و نمور شما همش به نام ما هست و ثبت است. شما ما رو پیدا کنید و بخوانید، بسیار مفید است برتان. خب امروز میایم به سر عزیز سخن که الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، صدق الله مولانا العظیم. سر این مسئله اول یک گپ میزنیم، باز به دیگر چی شرح میکنیم به دیگر مطلب. خود این مسئله که این سوره رحمان و ما قبل آن از روی دو وجه ارتباط دارد. سوره متقدمه را با ذکر معجزه دلالت کننده بر عزت و هیبت و آن انشقاق قمر است و عزت و جبروت و هیبت و آن انشقاق قمر است. مردم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر تو پیغمبر باشی از این قمر شما جدا کنید. او میگه که اگر ما با جدا کردم و شما ما به امر الله جدا کردم میکنم، لیکن شما باز ایمان بیارید. بعد از اینکه قمر جدا شد، مردم دید او را، هر کسی که در صحرا بود چی بود، دید که قمر جدا شد و اینا باز گفتن که این بسیار چی بود، یعنی چی بود که این جور کرد، فورا این ساحر است، یک سحر کرد. به این گفت کافر ها پس که شده. الله سبحانه و تعالی ببینند که قمر، شق قمر بسیار یک انشقاق قمر بسیار یک چیز مهم بود. او رو کرد اما سر کافر تأثیر نکرد. کافر همون کافر هست. هر چی که میگو بهش دلائل پیدا میکرد بازم قبول نمیکرد. یعنی شیطان اونا را از بالا تا پایین اداره میکرد و اینا به کفر خود قایم بود. و آنکه قدرت دارد بر شق کردن قمر، قدرت دارد به کسر کوها و شق کردن رجال و دیگه هم مگیره همی چی میکنه، از بین میبره. الله سبحانه این مت قدرت داره. خدا را بشناسید به تمام معنا. خدا چی رقم ذات هست و چی رقم کی هست، ای با او ارتباط داره این سوره. ای یک معجزه است این سوره الرحمن، و یک با ذکر معجزه ای که دلالت بر رحمت های خداوند و آن قرآن کریم است. ز
زيرا شفاء قلوب، شفاء قلوب وصفاء الذنوب حاصل نگردد. شفاء قلوب وقتی قرآن بر تشریف مانده شد قلبت شفا پیدا میکنه با از ذنوب، با صفا از ذنوب. او هیچ ذنوب نمیده، گناه نمیداشته باشه، این کلمات قرآن در قلب تو جای میکنه. قلب تو در وقت مثل یک نور است که روشن میشه در بدنت، که از گناه، از زنا، از شیطانی، از مال مردم خوردن، از کفر کردن، از این چیزا میبرایی. یک نور درونی بدن حاصل میشه که او قلب است، دیگه روح است. خب هر صورت دو معنی الله تعالی در سوره متقدمه ذکر نموده است، فکیف کان عذابی و نذر. ابلاغ یعنی کیف کان عذاب و نذر، یعنی ابلاغ میکنم در تخفیف، یعنی اندازه تخفیف برای شما عذاب هم میتم و نظر این ابلاغ هم میکنم در خوفتان که اینمی پیش ریتان میایه، یعنی میباشد به کیفیت حائله، یعنی حولدار عجیبه که حاطه کرده نمیتان آن را وصف به این اندازه، یعنی سر شما عذاب میایه. اگر شما خدا را نپذیرید، راه خدا را سر ریشن بزنید، سر نماز، سر دیگه احکام قرآن، سر ازی شما که به این تو حالت سرتان میاد. ولقد یسرنا القرآن للذکر، یعنی ما قرآن را برای ذکر، برای حفظ، برای ازی آماده ساختیم. خب حالا میایم سر ازی الرحمن، عزیز شده است، منتقم، مقتدر است رحمان در برابر کفار. رحمان یعنی منتقم و مقتدر است در برابر کفار و فجار. و رحمان منعم غافر برای ابرار است، کسانی که بریست از گناه برای گناه نعمت میده. یعنی الله اسم موجد ممکنات است، اسم علم است و با الف لام استعمال گرده است. الله و الرحمن در حق الله تعالی مثل نامی بعد از نام اول، و نظر به رحمت سابقه رحمان است و نظر به رحمت آتیه رحیم است. یعنی رحمان بر زن و مرد و مسلمان و کافر و همه یکسان، کیاسم و کار کرد چیکن نتیجه کارش را میبینه چون در دنیا. اما رحیم برای کسانی است که داینده مسلمان است، صحیح به جنت میرود، در این چیزا را میبینه رحیم است. و الله و رحمان در حق هر سنان بعد از اول نظر و رحمت که رحمان نظر الرحمن مبتدا و خبر آن جمله فعل است، فعلی است که آن علمه القرآن، الرحمن علم القرآن. ولی بعد از اون میگه که خلق الانسان، انسان خلق. بعد از اون میگه الرحمن علم القرآن، رحمان تعلیم داده است قرآن را. رحمان که تعلیم داده است قرآن را برای کی؟ ای در ایجا به معنی عزیز که به ملائکه، یعنی به ملائکه تعلیم ده دار محفوظ، از اوجا میگیره قرآن کریم، میخوانه با ادب، با انسانیت، با چی صحیح، او را از پیشش احکام یاد میگیره و در تمام بشر این قرآن کریم یعنی الرحمن علم القرآن. رحمان یعنی تعلیم داد قرآن را و کی؟ یعنی در اینجا و ملائکه داده است. رحمان متأخران فعل است که آن علم القرآن اول جبرئیل علیه السلام که تعلیم داده است قرآن را، و بعد از آن
نازل کرده است به بندش طوری که فرموده است نزل به روح الامین علی قلبک. این در سوره شعرا آیت 193-194 است که امی قرآن را نازل کرده است، یعنی آورده است و بندش که محمد صلی الله علیه وسلم است نزل به روح الامین. روح الامین جبرئیل علیه السلام است. ای را آورده است، نزل به روح الامین، یعنی ای پیغمبر کلان است که این چیز آورده رسول الله. و در این اشاره است از کلام الله، از کلام الله نه کلام محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی این چیزی که این چی میاره، این ملک میاره، این ملک معظم میاره که روح الامین است، جبرئیل علیه السلام است که این میاره این کلام خدا را به قلب که داخل میکنه محمد صلی الله علیه وسلم. و او باز وقتی که از چی خلاص میشه، چی های خود پاک میکنه، سرش فشار بسیار میباشه، باز از او را بیان میکنه و کاتب های وحی حضرت علی و حضرت چی که بسیار هستن، زید بن ثابت و دیگر، اینا نوشته میکنن، این میگه او را حفظ میکنن. یعنی می قرآن کریم کلام خداوند است. و راتخون فی العلم، راتخون فی بعد از آن ذکر نمود خلق الانسان. بعد از او گفته است که خلق الانسان، یعنی با اول گفته الرحمن علم القرآن، تعلیم میت قرآن و تعلیم قرآن از طرف خدا این فرض است که مردم کنند. اگر یک کسی که به تعلیم قرآن میگه ده مباح، ده مباح، همین قرآن خوب بخونه میفهمه، اما عباس دانگزه خداوند زنده داشته باشه، آرام باشه، او بسیار خوب گپ میده، اما دیگه در مقابلش میگه ده مباح. نه، در این کتاب، ما نوشته کردیم بعضی چیزا را در درس داخل تاریخ، جغرافیه، فیزیک دارم میاره. ایمانه نداره به اسلام، به صحت اسلام بودن، به صحت که شاگردات و بچه باشه دختر، ایمانه نداره. هنوز اونا را یعنی چی میکنن فهمیده میسازه در تمام امور. ولی رکن اصلی در این تعلیماتی که سر دختر و بچه خوانده میشه جدا جدا البته، این معنیش تعلیمی دین خداوند است. الرحمن علم القرآن، تعلیم داده از قرآن. هیچ کسی تعلیم اگه مومن باشه رو بند کرده نمیکنه، هیچ کسی. الرحمن علم القرآن، او رحمانی که الله سبحانه وتعالی تعلیم داده قرآن. کیس یک آدم که بگه این تعلیم وزیر رو بند میکنه، اگر یک روز هم باشه، این حق نداره و این ظلم است و این در راه خدا بسیار چیه. خداوند توفیق بده که زودتر شما این را رفع کنید، اگر در عذاب خداوند گیر میاد. و این آیت هم بران دلالت میکنه، اینه لقرآن و تنون که کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. در وقتی که ملائک از بیت المحفوظ میگیرن، بسیار با ادب لا یمسه الا المطهرون، مگر پاک مردم که اونا مثل بشر وانی دارای چی نیستن، پاک اونا میگیرن و میخورن و میبینن. این بسیار یعنی اغازی گفت است که اول از این برای ملائک است قرآن. بعد بسیار وقت دیگه باز خلق الانسان آمده، انسان خلق کرد. یعنی الله تعالی امور علوی و سفلی را بیان کرده است. این معنی که الله تعالی علومی که در عالی است آسمان ها بلند است و علومی که در سفلی در پایین ترین در زمین است
هر پیش بیان کرده الله سبحانه وتعالی در این آیات. یعنی مراد از این علم، علم ملائکه است. یعنی به ملائکه این چیره داده مقام و تعلیم برای ملائکه است پیش از خلق انسان، پیش از اینکه انسان خلق کنه تعلیم برای ملائکه. پس تعلیم یک چیزی است که بسیار مهم گپ است، یعنی به ملائکه است و ملائکه پیش از خلق انسان بوده. پیش از اینکه انسان خلق کنه انسان در دنیا نبوده، هیچ کس انسان. این سوره چی در دوین قرآن کریم سوره است، سوره انسان. هیچ کس نمیفهمه که انسان کی است و چی رقم است. خداوند پیدا کرد و از خلق انسان و برای ملائکه پیش از خلق انسان قرآن نازل کرد. بعد از او خلق الانسان، شمس و القمر و بحسبان، یعنی شمس و قمر و اینا همگی در کار خداست. فی العلویات در مقابل آن، در سفلیات و النجم و الشجر و علویات گفته چی؟ گفته الشمس و القمر. شمس و قمر میبینیم که بینه این والات و سفلیات نگه و نجم و شجر یا سجر. این نجم و شجر به ای گفته که یا سجدان. خب اینا لما برای شما یک چیزی را ذکر میکنم که ما قبلا گفته بودم از چی که عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قلت رسول الله صلی الله علیه وسلم من در خواب دیدم که در پیش روی درختی در شب نماز میخوانم. سجده میکنه، خواب دیده که من همینجا چی میکنم، نماز میخوانم شب. و چون رسیدم به سجده تلاوت سجده کردم خواب خود، دیدم که درخت هم سجده کرد. پشت من یک درخت بود و او هم یعنی سجده کرد. و شنیدم گفت ای پروردگارم سجده ای مرا قبول کن و برایم اجر عطا فرما و عطا کن. ای پروردگارم ما که سجده کردیم به شب، به شب بسیار میگش از طرف شب امیچی های خود ایلا کنیم و خداوند عذر کنه در مقابل کسی که ظلم میکنه، در مقابل از این ایلا کنیم تیر دانه. او تیر دعا کسی که در مقابل اسلام استاد میشه در مقابل از دعا کنیم. او مثل عزیز که شما او را با تیر میدن از بین میره و این تو سخت کفر. این شخص ابی سعید خدری میگه که من شب در خواب دیدم که من سجده میکنم، باز میبینم که من در خواب دیدم که در پیش روی درختی در شب نماز میخوانم. درخت در پشت ماست، من در بیگه نماز میخوانم. و چون رسیدم به سجده تلاوت سجده کردم، دیدم که درخت هم سجده کرد. و شنیدم که چنین گفت ای پروردگارم سجده مرا قبول کن. درخت میگه ای پروردگارم سجده ای مرا قبول کن و برایم اجر عطا فرما و عطا کن برایم از رحمتت و برایم عطا کن مثل که به داود علیه السلام عطا کردی. درخت میگه مثل که به داود علیه السلام کدام نعمتی را داده بود امورا میگه دمام بده. درخت و ما امور کم شرعتا خود یا الهی مرا هم از این خواستم ناامید نگردان، مرا هم از این خواستم ناامید نگردان. درخت به الله میگه این بهترین دعایی است که در سجده نصیب میگرده. وکتب لی کما کتبت لداود و من نمیشته کم سکم داود علیه السلام نمیشته کم. درخت از خداوند میخواهد. یعنی معنای این گفت اللهم اکتب لی اجرن و اغفر لی وزرن بهترین دعا در سجده تلاوت روایت اللهم اکتب لی اجرن و اغفر لی وزرن.
یا ای دوار بازار کس بکنه یا از این چیز برای من رایی مثلا یعنی معنایش این چیز هست پس شما بیانید به یه باز نگه از شمس و القمر و یس جدا از شمس و القمر و ای سجده میکنه ای را یک صحابی اون دیده که درخت سجده میکنه هر چیز سجده میکنه با خدا ای را آمده به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته و عیسی چیشه فرسلم تعلیم قرآن اشارت به تمام بودن نعمت الرحمن علم القرآن تعلیم قرآن چی است؟ اشارت به تمام بودن نعمت وقتی که الله تعلیم قرآن میکنه و ملائکه وز خلق الانسان و علمه البیان برای دو تعلیم میتر بیان تعلیم میتر به چی تعلیم میتر؟ قرآن قرآن بفهم الله 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 چی میگه؟ تعلیم قرآن اشارت به تمام بودن نعمت و معظم ترین نعمت ها همین تعلیم قرآن که انسان به طرف اسلام و دوست داشتن خدا و تمام قدرت خداوند و تمام چیزا ای ظاهر میسازه و ای حق است شما شد معظمترین نعم بازدان بیان کرده است کیفیت تعلیم قرآن را و فرموده است کیفیت تعلیم قرآن را و فرموده است خلق الانسان علمه البیان یعنی دادم به کسی که خلق کردم ادب دادم برایش که نعمت را مانع نگرده یعنی ادب دادم برایش که این تعلیم را مانع نگرده ای برادری که نام خدا مسلمان میدانی تعلیم قرآن را مانع نشوی که تمامش قومت هم تمام میکنی این قرآن چی میگه سوره رحمان بخوان این کار از سر بگی پس توبه بکن امیر پس شروع کزو ورنه تباه شدی این کار نکوینده اینجا میگم به کسی که خلق کردم ادب دادم برای که نعمت را مانع نگردن آفرین به آفرین به مولانا عباس استان زی کمی در بین از این هاست و میگه در مقابل فرد یک دیگه در مباح را در یه فرض هست خداوند تعلیم داده تعلیم چی را داده قرآن را برای ما خو استاد بودیم دست میدادیم برای مردم هم به زن هم به جوان و به بچه ها یعنی این تعلیم دادن بسیار یک ثواب است و بسیار مهم است که در قلب مردم قلب خود داخل کنی اگر زن باشه یا مرد باشه این پیروی از کیست؟ الرحمن از رحمان پیروی کردی که خداوند است تو چطور مانع میشوی و دلیل را چیشم نمیگی چرا اینطور کردی چی گپ شد هوشیار هستی، بیدار هستی، دادار هستی، تو نمیفهمی، تو کی هستی؟ یعنی این شما خوب در فکرتان بگیرین برادرها، بفهمید، این کار را نکنید، کی هست؟ نوشت از ایران، چی میگی برادر، چی میگی؟ در این وقت ما گپ بذاریم، قرار میشیم، خب به هر صورت، یعنی دادم به کسی که خلق کردم ادب دادم برایش که نعمت را مانع نگردد آفرین به این و باز برایتان میگویم که چه فرق است بین این سوره و سوره علق زیرا فرموده است در آن اقرا بسم ربک الذی خلق بین این سوره و سوره علق چه فرق است که در او گفته اقرا بسم ربک الذی خلق بخوان کی را گفته که بخوان؟ زن و مرد اقرا بسم ربک الذی خلق بخوان به نام الله سبحانه و تعالی را بگید بخوان
اقرأ باسم ربك الذي خلق. هیچ کس نمیتونه اقرار بند کنه. خداوند میگه اقرار، تو بگی لا اقرار، نمیمانمت که اقرار کنی. اول تو کی هستی؟ یک مخلوق ضعیف. تو راه خدا را چطور بند میکنی؟ کار نکو، این کار نکو. فکر دو به سرت بگی اگر اشتباه کردی پس زود پس شروع کن. از این گفت ای به خیرت است. و باز فرمود است و ربک الاکرم اقرأ باسم ربک الذی خلق. و باز فرمود است و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. پروردگار تو مکرم، مکرمتر پروردگار است که علم بالقلم، که برای شما تعلیم را به قلم نشان داده. علم بالقلم مقدم کرده است خلق را بر تعلیم. میگویم که در این سوره که مراد از انسان جنس انسان است و مراد از آن محمد صلی الله علیه وسلم است و آدم علیه السلام است و انبیا و مراد از بیان بیان قرآن است. علم البیان هذا بیان للناس و سوره آل عمران میاد. این بیان برای مردم است و الله نام نهاد بر قرآن فرقان و بیان یعنی فرق بین حق و باطل از سبب رو فرقان نام کرده. بنابراین صحیح است اطلاق بیان و اراده قرآن. علم القرآن یعنی علم الانسان القرآن. علم الانسان القرآن یعنی به انسان تعلیم داد قرآن را، زیرا نعمت تعلیم بسیار عظیم است. نعمت تعلیم بسیار زیاد است. نعمت تعلیم بسیار زیاد است. و در سوره اقرا فرموده است علم بالقلم. و قلم از غیر بیان معلم حصل بها بتعلیم الله. قرآن برش تعلیم این برادر خلاص شد و اینال ما از این کتابه کتابچه خود گب میزنم براتان چونست که نمی آدم هر وقت ما نظام میکنه یکی هست هیچ کس نیست که این آدم خب بسازه چطور کنیم چرا این تو میکنه دالم. خب برادرها گوش بگیرم، اینال ما براتان چی میکنم؟ یادم چیز سر شما بسته بود. خب را این حال ما برای شما یک کلمه دیگر از چی میگم، یک چیز دیگر هم براتان میگم برادر را خوب گوش بگیرید. ببانین بعضی کافران را که تخریب میکنن اونا را ببانین به حال خودش. اینجا ببینین که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که یوشک ان تنقض عرى الاسلام عروه 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 اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. اي میگه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه یوشک ان تنقض عرى الاسلام، یعنی قریب میباشه یک وقت میآید که عرى الاسلام. عرى چرا میگه؟ هلو؟ هلو؟ دکتر میکنم چی میکنم؟ دیگه اینی رقم چی گفت است؟ اینی رقم گفت است که کم رو بیخی سرش بند کنم. این کدام آدم است از ایران؟ خطبا دشمنی داره چی دارم؟ میمانم مارو بگرد دارم.
معنوي كفي حضرت عمر كيسا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة. عروة كرا ميغا ميغا دي غلي يعني يكسي دي لكي شما باستاقن ويكسي باستاقن يحراس أزهر تسيدي كي معكام درتين يحراس إنمي چيزوهي كي دا دين هاس شما إيرا محكم ميكرو اگر إيمان بخداوند هست اگر ایمان به رسول الله است، اگر ایمان به چی است و یه تمامی از اینا برای شما یک چی است. حالا چی ورگر رو برداره نیه و بکشم خیرم دیگه ای عرال اسلام است. یعنی هر کس که در اسلام داخل شد او رو محکم میگیره، او چیزا رو محکم میگیره که به کفر نروه، به بدی نروه، به طرف بطلان نروه. این همه سر همه چیزای خود که ایمان آورده سر همه قایم استاد شد. ای عرال اسلام. لیکن مردم من آستا آستا از این چی میبراید. از این کدام رقم مردم ایزا نشه فی الاسلام من لا یعرف الجاهل. که در اسلام کلان شود، طفل است، جوان می شود، لیکن در بین دیگه جوان داخل می شود. ولی که وقتی که نشأت در اسلام می کنه، به نام اسلام یک جزء قوی قلبی ازی هست، اذا نشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاهلیه، هیچ در جاهلیت نمی کنه. که جاهلیت چی؟ جاهلیت یعنی کفر. کفر چیه؟ این رو نمی فهم. از این سبب یک جوان می بینی که هم مسلمان است، هم پیره رفیقش که در پالیش است که کافر پیره انجام است. اینه. او کسی که نشأ فی الاسلام، پیدا شده در اسلام، ولی جاهلیت نمی فهمه که کار رای جاهلیت دیگه چیز است، راه اسلام دیگه چیز هست. اینمی رو نمی فهم. جای افسوس است برای ایر عمر بن خطاب: یوشک و انتون قد عور الاسلام. این چیزایی که شما در اسلام محکم آشتا 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 دستان می بر انتون قد عور الاسلام. این چیزایی که از اسلام گرفته بودین آشتا آشتا دستان می بر بعد از او دست شما چه؟ شما مسلمان تا جاهل نمی فهمید که جهالت چیست، کفر چیست و اسلام چیست نمی فهمید. این حالت سر شما میاد. این سخنان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. خب این حال میاییم و اصل مطلب دیگر خود که در کتاب است برای شما اینجا همین همیتون یک چیز برتان نشان میتون که او به چی باره اصیر خوب به دقیق گوش کنیم. همین گفت ما از کسی که از دیوبند فارغ شده بود او این جنجالا را انداخت و او آخر ما او را رد کرده او را رد کرده. خوب به اسلام که به خزی درانوائی در اسلام زن را احترامی می مادر چی؟ امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام شافعی را مادرش او را پیسه نداشته، پدرش برده و این بیچاره در به در میگشته، بالاخره این را گرفته چی کرده و چی برده و پیش امام مالک رفته. او یک جای داشته که طفلا را نگاه میکرده و چی میکرده که شما چود یعنی یعنی در اونجا برده شد و تعلیم مادرها مدرسه است. مادرها همه کار دین اما مادر میکنن. دیگر این که دیگه کتاب نوشته که پسان میه که حضانت حضانت یعنی زیر نظر خداوند گفته که طفل اول در زیر چی مادر باشد. او چی بکنه؟ با پدر امورات زندگی رو برشان برابر کنه.
بس مادر اصلا در این لین اولین درجه کس که هست او مادر است. دیگه به این رقم یعنی چی برتان چی میکنم مگر من میگم که چی بیش شرف آدم هست که به این درست بار نمیمانم از ایران هست خود دشمن هست کافر هست نمیمانم به تعلیم ما برای شما وقت نمیتونم من شنیدم کار شما را که بسیار جاهل و نادان بودین و می رخو من برای شما واضح گفتم که شما نمی فهمید دین را نمی فهمید تغییر می کرد خب این تو از این کار را کرد خب حالا من برای شما میگم دخزه به اسلام که دخزه درناوی ده دشپجوم میلادی پیاره ورسته و که دخزه به حقوق و به حق کم ناور حالات که در نالی پا گوت گوت که روان بود یعنی در وقت در قرن ششم میلادی در این وقت بعضی چیزای سخت در برای زنها روان بود پا گوت گوت که روان بود به جزیرت العرب در سوزنده شگو او وچو دشتو او در تور و غرونو در پاسا به مکه مکرمه که قدسی پیغام به خدای پورسته استاد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل در این دو وقت خداوند سر رسول الله صلی الله علیه وسلم اینمی اسلام نازل کرد او دی هغه پرشتیا و یونکی جبه داس اعلان شد و زبان راستی اش ای چیز اعلان شد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن المسلمين مؤمنان مسلمان مسلمات يعني زنان مسلمان مؤمنين يعني مردان مسلمان مؤمنات يعني زنان والقانتين يعني إطاعت كنندگان مردان والقانتات يعني زنان اطاعت کنندگان زنان بدين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما خداوند بري ازنا أجر عظيم دا قسم مردم را ذکر کرد در سوره احزاب یعنی سعی بودی احزاب در سوره 15 درسم آیت در سوره احزاب آیت 35 الله سبحانه و تعالی یعنی ده سورت ذکر کرد مرد زن در دیگه تمام قرآن ذکر نکرد پیشتر در سوره رحمان براتون گفتم که قرآن یک نعمت کلان است برای بشر که اگر اونا بفهمن از این فایده شد بگیره که مسلمان باشه مانع تعلیم از این نشود که شما شد یعنی اگر مانع تعلیم شد تمام میشه این کار باید نکنه برادرها خوب فکر کنه بگیره
ما به دوستی شما همی گفه میزنیم که نکنین مسلمان هستیم. این کار هرچی کردین زود از بین ببرین. دیگه ذاکرین الله ذاکرات اعد الله لهم مغفره و اجر عظیم. بیشک مسلمانان سری او مسلمانان خزی او مؤمنان سری او مؤمنان خزی او اطاعت کون که خزی او خود این معنا یا زمانات ادعا قسم خود هی ذکر کرده. چرا؟ الله سبحانه و تعالی یک دفعه ایره بیان کرده مرد باز باز از زن مرد باز باز از زن اما در دیگه قرآن در دیگه جای ذکر نکرده. مثلا در اینجا که ذکر کرده که شما این کار را کنید در اون مرد زن داخل است. اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. در اقرا چیست؟ در چی ازی مرد است و زن هر دوی شد. تو هم بخواد تو هم بخواد شد شما شد این تو هم بخواد تو هم بخواد اقرا بخواد قرآن و اگر کسی تو را ازی قرآن منو میکنه بسیار خائن دین است. این تو معنا میتونم از الرحمن یاد گرفتیم؟ از الرحمن شروع شده ایجا این ما از جان خود نمیگیم. قرآن برکن بیان میکن همین کار نکن. این بسیار سخت گناه است. این گناه را خدا نمیبخشن شکتان را به سرتان میگیره کار نکنید. خب فقط در تمام قرآن در جایی ای برای عزیز که برای مردم میفهمند که هم مرد است هم زن هر دویش مسئول است که باید تعلیم بکنن قرآن یاد بگیرن قرآن بفهمن تعلیم عزیز را کسبن نکنن راه تعلیم عزیز را بند نکنن حتی در این پیسه بتن در این باید که با مردم تشویق بکنن. اگر دختر است اگر بچه است ببینن یک وقت اساس چی ما زنبلکشا و زنبورکشا اونو مردم ها بودن. اگر مسلمان ها نمی بود حضرت چی امین صحابه اکرام که در اونجا شهید شده تمیم جبیر رضی الله تعالی عنه و این شاید شمشیره که دو شمشیره و دست گروه این بچه کاکای رسول الله صلی الله علیه وسلم است و اینا همگی برای چی آمدن؟ برای اینکه ما را مسلمان بساختن ما را مسلمان ساختن. از جای ما باید مسلمانی شروع شد و رفتن به تمام جهان از همین جهت صحابه اکرام که ما را بزرگ با دیگر ها رفتن تا با ببینن که در چین و مسلمان ها چقدر ضرر رساندن کافر ها یعنی در راه میره قلقت در بسینهش میزنه و سو میگنه چی میکنه چی میکنه لعنت خدا سر ایت کافر که چی نه این چطور مثلا این چنا چی میکنه قطعی از این باید که مسلمان ها همه گی در وانیه چه بسته کن. چرا مسلمان های ما را ایتو تعلیمی ایتو چی سرش میکنی ما خو مسلمان هستیم اونمو برادرهای ماست اینم المومنون اخوتان مومن ها همه با هم برادر است. ایمان ها نداره که پشتون هستیم تاجه بستیم برادر جفاق جفیست کسی که این مسائل را جور میکنه که این پشتون از خوب است و این فارجوان از بد است این جایش در دوزخ است. در روز آخرت آخرین درجه که میبره از قبر رویش سیم میباشد زیرا که قوم پرست است از پشتون دفاع میکنن از تاجک دفاع نمیکنن از دیگه دفاع نمیکنن. تاجک مسلمان نه تاجکی از کافر پیسه بگیره بیای بگه که من مسلمان های داخل وطن خدا میکشم او از کافر که بدتر کافر است. برادرها خوب بسنجن دین را. ما میگم که این نمال مومین را اخواتون چی معنی داره؟ ما هم اگه ما با هم برادر هستیم اگر پشتون است اگر تاجک است اگر هرچی که است مقصد نماز میخوانم مسلمان است اونمو چی است اونمو مؤمن است با ای برادر باشه
اما کسی ولو چین باشه و شما به شما هرچی که میتر بدش ببینه امرایش ایچ معامله نکنه و چی براست که مسلمان ها رای خط جریمه داده ای قدر چی داده باید که شما به امرایش گب بزنین این مومن ها خو برادرهای ماست خداوند دیره برادر به ما ساخته چرا شما این را زجر میکنین از خدا بترسین یک ذره شما تابالی زجر خدا را ندیدین این روز قیامت میاندنی شما و قیامت آمده را ایست علایمش این بلاهای مسائل این چیزا سخت میاد این فسیات میشه چرا که ما نمیتونیم که اما چیزی که خداوند میخواه او را انجام بده خداوند هرچی را نازل میکنه به تدریج به تدریج خب یعنی در این جمعان معنایش که شده او شده او روزه نیون که سری او چی و چی و در طول ذکر کردی خب پای کلی کلی دی چی شده شده تا هم در میدان خلاص دی کنه هر حق حکم که پا قرآن که ناری نو لپاره ذکر شده دی هم حق عموما پر شده هم عایدی دی هر چی دی که نگه ای در آخر یعنی تفسیر میگه تفسیر یعنی آیت کریمه که المسلمون و المسلمات که ده قسمه ذکر کرده میگه که زن و مرد هر دویش یک رقم حکم داره برای ازوام فرض است نماز برای ازوام برای ازوام یاد برای ازوام به همه او دیبیل نوم اخیستن نفاره ضرورت نشته که ما بگویم که زن در هر جای باید ذکر کنیم نه آنه ما خیلی فرد میکنم پدهی کنه نور خصوصی احکام بیل بیان کلیش شویدی دیگه احکام خصوصی ذکر شده بپورد ذکر شوی مبارک آیت که ما بولیدن که دیخل دی حقوق و جایب او دی حقوی بشپل کرامت او منزلات طول و نلیوال تا اعلان شو او په دې توګه پر ټولو ناروا دودونو او ناوړه کړو وړو چې پیریو راهیسې پړیو راهیسې د پیړیو راهیسې د تاریخ په اوږدو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دوام درلود مردم غوزان روح نداره حتی زن که برش خون آمد در چی دونه چی وقتی چیش دست نتیم ایره یهودا می گفتن و دیوان می گفتن گفاره می زدن چکه شما شد او دی سری دی خودخواهی او استبداد لکبره دی حقه حقوق تلف او ورسخه سلب کرای شوه و حقوق زن سلب کده بودن در طول ورده دی اسلام دی دین پراتک سر ورکل شوه این چیزایی که در دنیا جهان از زنها گرفته بود زنها را از کولول می داد زنها را در قمار در بین قمار می شند که نمی چی مسیر در قمار بزنم زن ای تو می کند زن هیچ زن اهمیت ندارد تا که الله سبحانه و سلی محمد صلی اللہ علیه نازل کرد که زن و مرد عمل می در صورت بیان کرد که والمومنون و والمومنات هر دویش چیه اما حق زن بسیار مهم است نسبت به چی بگاه یعنی حدانت دو الله سبحانه و تعالی زنها را گفته که شما اولاد تربیه بکنید با شوهراش گفته که شما نان و چی و چیزاشون را تربیه بکنید تربیه اولاد دست زن است الام مدرستون مادر مدرس هست ازا عادت و عادت شعبا طیب الاعرافی امی مدنیت چیز خواهدیم خانه هست امی فامیل هست همه از ججم میشه از پیچ از او یکی جور میشه بنابرای صاحب زنها بسیار حق داره که تعلیم بکنه و هیچ کس حق نداره که تعلیم از او رو بند کنه ما هیچ علت از او رو نفهمیم که امینا چی کاش رایی تو کنه یه نفهمیدم
هذه سبب ما همی حقایق قرآن برتان میره که هذی کار زود دست برداره. این بد کاره، کار خوب نیست، نارواست. جنگا را پیش میاره، دیگه چیزا را پیش میاره، قهر خدا را پیش میاره. این بسیار بد کار که شما به این بنای مسلمانی تو کار کردیم دست لور. سرنگه چی ابو هریره رضی الله تعالی روایت ده که جبرئیل السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم در آغا یا ورته اوویل ای دی خدای رسوله دقا خدای یده چه تا تا راضی آور سر لوحی دی ورکه راوی شکره چه ویل کتغ یا تعام یا دی سکلو چه در تراولی ای دیگه گفت ببینین فرق زنه اولین بار که اقرا بسم ربک الذی می آیت نازل میشه از آسمان از بالا جبرئیل السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم تک میکنه میگه اقرا میگه ما انا بقاری ما قاری نیستم راستی هم در یک محیط قلم شده که بگه نه دین است و نه چی از هیچ نیست نه تعلیم از هیچ نیست نمیفهم باز دوم دفعه پچک قرب که نفسش بره علاقه داشت سیم دفعه گفت اقرا بسم رب کلدی نا بی ای با الساق هست اقرا بسم رب کلدی بخوان بنام الله بنام الله نام خدا را بگی بخوان ای الساق میکنه یعنی با تو ای بی اقرا بسم ربک الذی بی برای تو چیزی را نشان میده که همه ای کائنات از طرف الله سبحانه وتعالی پیدا شده ای را خلق کرد و تو وقتی که ای را فهمیدی که خداوند یک قدرت کلان داره قلبت نرم میشه مغزت قابل چی میشه ستایش خدا میشه قلبت مطابق استایش خداوند میشه دمی اول کار که میگه بسم الله ای با الساق میگه تمام چیزا رو برای تو نشان میده که خداوند تو با عظمت شما شد اینه که خان بعد از او ای فهم اقرا هرچی قلبش آزاد شد تم دماغ به این تو چیزای داخل شد که هیچ پیغمبر خود ستا چی نداشت احادیث نداشت یک احادیث که بسیار زیاد از مردا که زنان قریب همی اولی بخاری شریف که قریب صد زن راوی چی است علم است و کریمه جان در اون مگر شما از چی کریمه جان میبینید از کریمه جان میبینید شما درس بخوانید بفهمید ای چی رقم است ولی ببینه ما در وقت دکتر چی شروع شده بود خوب بود یک ذره یعنی تعلیم از سر بچه ها و سر چی ها میکرم همه در هر جا و زنان نبود حتی در قریه ما که حسین خیل بود در همه جا نبود بسیار مردم یعنی زنان رو میگوید سی که از بابا نمیفهمن پشتونا نمیفهمن تاجکا از او کده بدتر نمیفهمن اوزبکا و هزارا از او کده بدتر نمیفهمن این گپی که در قرآن است ایره نمیفهمن که زن و مردم و کسانی که میفهمی باز اونا مکتب ها جور کردن مثلا امان الله خان مکتب ها جور کرد و این کار خوب کرد خدا ببخشش و دیگه کار چی ها را کرد اما لجکدن او رقمی که امان الله کرد او رقمی شاید صحیح نیست اما دیگه تعلیمش چیش بلکل صحیح بود این کار کرد و ما از پدر از چی سابق یعنی اینقدر خوب به ایسی زنا چی نبوده ای هم از امو پشتونهای چی از گمانم که نمیفهمه دینه ولی به نام دین اینا آمده دین خراب میکنن کسی که به نام دین آمده دین از بیخ ریشه میکنن این غلط است خودتان فکر کنه مردم ما با زنا و خدر چی نبود که زنا خراب نشه و چی نشود ولی برای هر جای
یک چی با کار است یک تعلیم یافته درست که اینا را طرز چیش تعلیمیش بفهمه و از کیا اینا از چی ما خود ما در فاکولتی ادبیات درس دادیم خود دختر و بچه گرد ما به دختران رو جوا کنم خانم و دیگه لین بیشیم شما خطیابه خوب شده و در فاکولتی شرعیات به کلی دختران و بچه ها جدا بودن یعنی خوب روشن و این رقم باشه که تعلیم زنها از تعلیم مردها باید جدا باشه و مردم در محیط محیط به دست والی است والی باید محیط امیت اداره بکنه که به اساس اسلام که کسی به زنی کس کسی به دختری کس و این چیزا نظر نکنه و از این چیزا جلوگیری بکنه و این کارا به دست خود حکومت است فکر شما شد بند کردن این راه درست نیست که از تعلیم بند کنه تعلیم رو برای شما که تعلیم رو بکنه الله سبحانه و تعالی این کسانی که در راه دین چی میکنه اونا رو تباه کنه این دین خراب نکنه دین از بین نبرین یعنی این حالی در اینجا این صحابی و رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که یک زن است او خدایجه است زنی رسول الله صلی الله علیه وسلم است پیش از اون میگه که تو که رفتی در خانه برای تو شوروا یک چیزی میاد تو برای از او بگو که الله سبحانه و تعالی به تو سلام روان کرد الله سبحانه و تعالی به تو زن سلام روان کرد و برای تو یک در جنت یک جایی را تیان کرده که او مثل نداره از لال و از چی و چی از چیزا جور کرده این چیز برای تو ای از این ولی توی تعمیر جور کرده یک بلند تعمیری خوبی که در اون مثل نداره یه برد مبارک و یه برد مبارک که تو اما پیسه و چی خود در راه دین مصرف کردی یعنی خدا هم میبینه هر چیز رو میفهمه تمام این چیزا رو برش یعنی اونجا سرمایه دار بود وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه با فقیران نام بکن او برش میخرید اما خیلی که عزیز میگشتی اون طرف ها نمیدیدی یک چیز برای از این ها میخرید و او رو میگو بو برد به فقیر ها بکن یعنی یکم چی داشت که حیثیش در راه خدا مصرف میشه در راه که ای کی بود ای زن بود اولین کسی که جبرئیل سلام بر رسول الله می فکرختی که زن بود ای که اول رفت گفت غم میتونی غم سرمه یک چیزی پرتو و بعد از او میره برش یک چیزی میاره بعد او بیاد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میاد که برای مهمیتی گفتاد با دیر برش میگه که الله سبحانه و تعالی سر تو سلام گفت اما فهم این زن مبارک سای کن که نمیگه که السلام علیکم یا الله سلام نمیگه میگه رحمت خداوند عزت خداوند این سرش گپ میزنه که این تو رحمت داره آدم هم میشناسه اگر زن باشه اگر مرد باشه برای از او عزت میتر برای از او چی میتر این تو گپ باره زن فهمی زن سای کن در او دو وقت و او باز که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به او میگه که این تو یک حالت بود من که از او یا بر آمدم بالا را که طرف آسمان سیل کدم دیدم که یک روشنی هست یک نور هست یک کلام چیز هست سر یک کسی چی هست که او همی جبرئیل سلام بود و من بیخی حیران ماندم من حیران ماندم که این چی رقم این را که دیدم من غلط دیدم باز با همون بود که پیش تو خود رساندم من چی سرم پرد بود که این عجیب و غریب چیزها را دیدم خب به هر صورت این خانمش میگم واقعا من برات میگم تو پیغمبر هستی تو ور خطا نشو تو پیغمبر هستی زیرا کسایی که غریب باشه تو را دوستن اما در پالیش استاد می کسانی که بیچاره و مظلوم و چی باشه تو خطی هستی که هستی تو ای طور هستی تو ای طور تمام صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم برش یاد می کنم و از نیو پیش روخی
نوفات في جازوك كوكاي في جازوك بريك في جازوك نبرة تمام صفات قبل الذكر ما يقولها ومن هيك تبقى يغبر اسي انمي انمي فرشتيك سري تو عمل اي سري عيسى عليه السلام موسى عليه السلام اسماعيل عليه السلام سري حمدي سري حمدي عمل انمي فرشتا ايدينا هم كشا برش بيان كرده چیک شما شد این فهمیدگی زن در اوج است که میگه نگفت برش که سلام علیک یا الله دل سلام نام خدا سلام از خدا است خدا سلام میت سلامتی میت با آدم ها نه مگر شما به او نگید سلام علی الله بلکه بگویم که رحمت الله رحمت خداوند عزت و این چیزا برای الله سبحانه التحیات لله التحیات لله میگه که با بعضی روایتی که ما خواندیم در اونجا نوشته بود که رسول الله صلی الله علیه و آله از هفت آسمان همراه جبرئیل علیه السلام بالا رفت وقتی که یک جا بیت المعمور بود در اونجا حضرت ابراهیم علیه السلام تکیه کرده بود دید محمد صلی الله علیه و آله خواهد خاندان چی بود ابراهیم علیه السلام یا فرزند ما یا چی ما خدا تو را که یک مقام بلند داری خیر و برکت بده که به اینجا رسیدی از طرف ما به امتت که رفتی سلام بگو و برشان بگو که جنت یک جایی است جنت یک جایی است که در اوجا اما کاری که شما در اوجا میکنید این در یه برای شما یک قصر و یک چی جور میشه باغ جو باغته جور میشه و آبی روان در باید چی میشه و این میشه این میشه این کار خودتان در اوجا است یه خیر بکنین در راه خدا در راه خدا مصرف کنین در راه خدا کار کنین راه خدا رو پخش کن پیش ببرین چی کنین این کارها رو بکنیم با امت دو او قبول کرد اینطور الله سبحانه و تعالی یعنی امو جنت و امو چی رو با کاری که ما در اینجا میکنیم در اونجا چیش میکنیم که برای ما یک جای جور میشه چی جور میشه از کار خود ما در اینجا که با دین خود محکم باشه امو چی باشه دین خود خراب نکنیم باید شما شد یعنی یعنی رو گفت با از جان صدرت المنتها رفت که منتها دیگه کائنات خلاص شده دیگه او طرف دی سی چیز ای صدرت المنتها زوان تیر شد با جبرائیل اعظم برای جو که مازی پیش رفته نمیده خود به اینجا هیچ کس پیش نرفته غیر تو برو با میره با خداوند رو بروی میشه الله سبحانه و تعالی برش میگه برای ما چی هست زمین آمدی از زمین آمدی هفت آسمان تیر شدی اما چی برای ما آوردی میگه التحیات لله التحیات یعنی حمد و ثنا و صفت همه گی مردم به تو میکنن این آورد همه مردم پیروهای ما همه گیست حمد و ثنا و صفت به تو میگه یا الله خداوند خوشش آمد التحیات لله و الصلوات و الطیبات تا اینجا گفت چی هست رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الله صلی اللہ علیہ وسلم خوشش آم و دید که السلام علیک ایوه النبی و سلام خسرت خداوند و سلام علیک ایوه النبی و رحمت الله و برکاته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فکر میکنه که ما خود به بخ و رسید همه چیز برام مکمل شدم اما امیه امتی من خمان و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین این رو جات میکنه و علی عباد الله الصالحین اشهد و الله اله کفوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد عبده و رسول ما بلیت اسم رسول و تا آخر دیتو کفر تحیات کاری آسان نیست که شما میگید حمد و ثنا و سواد امر برای تو آوردیم یا الله این رقم خب هر صورت راه خدا را محکم دیدیم
راه خدا را محکم بگی. این برش میگه سه حقا جانب دی پروردگار یه اوزمال خواه ارتا زیر ورکلا یو کور ورتا پا جنت که لولون او در یاقوت نه چه منز پا فراخ وی لکه مجلل لوی قصر او ورکه نه منازعه وجود لري او نه ربله. د تبراني په روایت کې د اسلام ورباندې هله وویل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرا کې وو او کله چې ورته دا خبره ابلاغ شوه هغې وویل په تحقیق سره خدای سلام دی. نو وخت چې له هغې ځای نه حیرانه رسول الله صلی الله علیه و آله خپل ښځې ته کور ته هغې ورته چې راوړه چې هغه یې وڅښه نو هغې ته بیا په یاد راغی او ومې ویلې چې ما ته خو داسې ویلي چې تا باندې سلام ویلی د خدای له خوا سلام دی. بیا ویلې سلام دې وي پر جبرائیل سلام وي او پر تا دې سلام وي یا رسول الله په تا دې سلام. دا ښځه دا خدایجه رضی الله تعالی عنها وایي سلام دې وي پر جبرائیل سلام دې وي پر تا دې وي یا رسول الله دستي رسول الله سو او سلام دې وي پر تا یا رسول الله او د خدای رحمت او برکات دې وي ته سلام نه وایي ځکه سلام خو د خدای ده او خدای ته سلام چې لري هغه ورکوي نه رحمت سلام د رحمت او غنس رحمت ديس او دي خداي رحمت او بركات دي او دي خداي رحمت او بركات دي او هر چا چې اوریدلی پر ټول دي سلام غیر له شیطان شیطان ته دي خداي دا سلام نه رسي. علما وايي په دي قصه کې دي فقاد فقاهت او پوه سرګندونه ده ځان چقه فقاهت او چې داره میگه زنها نمیفهمه میفهمه بعضی زنها از مردها کده بسیار سرگنده و نده زکر وی نویل و علیه السلام لکه چی یو لر صحابه و صحابه و فتحیات که با ویل السلام علی الله تا بویل بعضی صحابه و نو نبی کریم صلی الله علیه السلام اگوی من اکرد اگوی من اکرد چی السلام و على الله موي ما دا موي او ورته وی خدای په خپل سلام دی یعنی سلام دی خدای نوم دی او هم دعا د سلامتی ده چې دواړو توجیهاتو سره خدای ته وعلیه السلام جواب ورکول مناسب نه ده او وی التحيات لله هو التحيات لنا حمد ثناء خاص خدای ته فدي توفير دا په هوا دا وعليك السلام فزاي خدای رب العزت ته حمد ثناء ویلا او مخلوق ته دي هغه مناسب وعليك السلام جوابونه دا دوه فهم دا خدای سبحان الله دا بي خدای جاتل او همدغه راز رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په مشهوره خطبه کې وفرمایل ای خلکو زما خبره واورئ ځکه زه نه پوهېږم ښایي له دې کال نه وروسته او له داسې موقف نه وروسته زه هېڅکله له تاسو سره ملاقات ونه کړم یعنې داسې یو هغه چې خدای ورکړی څنګه له منځه وفات کوي او د نورو خبرو په ترڅ کې داسې وفرمایل له الله نه د ښځو په هکله ولاړ شئ د ښځو په هکله چې تاسې د نه کم وایي هغه کوئ په دې نه ولاړ شئ ځکه تاسې هغوی د الله له لورې په امانت سره تاسې د هغوی له لورې په امانت سره نیولي دي او د الله په امر او وینا سره تاسې ته له هغوی نه جنسي
ګټه حلال حلال ګرځول شوی دی. ستاسې دا هغه دا اشاره د الله تعالی امر ته دی، قرآن مجید فنکحو فنکحو چې ویلی ستاسې ښځه کوئ نکاح وکړئ یا نکاح وکړئ، له دې قبله غیر له نکاح نه جنسي ګټه اخیستو کې حد لازمي دی. حد یو هغه څوک یې نشي ګرځولی وهي، یو څوک چې زنا وکړي هغه د سل درې وهي د خلکو په مخ کې که ښځه یې په نه وي. الزاني تو الزاني دا سورة نور چه ده، الزاني تو الزاني فجد كل واحد منهما مئة جل ولا تأخذكم بهما رحمة في دين الله. قالت مو أجل هذا أخذ خلقه مخشي وإن داخل إربادة دا دا يوعى تدور خلق أغبى فبداكي لدينا ولا استفاد شكار ونك ستاسي حق پر هغوي دادي چه مچات ستاسي پر فرش چې بدې ګڼۍ ځای ورنه کړي، هغه ځای کې څکه ناستې یعنې مېړه ته وایي چې هلته بل څوک کېننی او له نورو سره تتنا کېننی تعدیب لپاره، او ووهي داسې له وایي چې په دې رقم سره چې مړه زور نه شي پوه شي په دې شیانو باندې چې د همدغه راز رسول الله سره فرمایي دی که څوک چې تاسې یې له ایماندارۍ او اخلاقو نه راضي یاستئ د واده غوښتنه یې کوله هغوی ته دا که د لور ده ورته ورکړې او چې فساد یې پکې رانشي له دې نه به یو شیخ حضرت بلال چې حبشي و د عبدالرحمن بن عوف عبدالرحمن یو د صحابه و ډېر مشهور او پوه او ډېر ثروتمند او تجارت یې کاوه، د هغه لور یې ورته ورکړ تور سړی او هغه دا رقم هغه لور ورکړه ور یې کړه ورته دا د اسلام چې یو ور یې هغه شو که نه. حضرت عمر وې دا هغه چې ده دا 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 زمونږ حضرت بلال هغه ته وویل چې دا هغه چې ده دا لکه خپل یعنې زمونږ مشر سیدنا ابوبکر صدیق آزاد که زمونږ سید زمونږ بادار چې دا حضرت بلال سړي وزر وزر پیسې ورکړې ده یو اخیستل کبایه ابوبکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق زمونگا بادار ده و ده ده بای جوه که فرما باز مسجده که ابو بکر مسجد ده اغا ابو بکر است که یه اغا دیتی عمر حال ده چه پس لپای غنبرون اول شرعه حضرت بل حضرت ابو اغا ده فکر ده ده اغا نمی است او بکر ایستا که اغای نشکر دا 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 دیر آد و نگاه دید نزاکت نا و نگاه یاد دیر آد که دی او بکر زاید چاکتا بکر بل چاکتا خبر داده سی نفوهی را غلی دا 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 که تدریج سر دا آقا نفوهی را حضرت عمر خبلا ویسی ابو بکر سیدونا ابو بکر زون بادار دا زمونږ مشر ده و اعتق سیدنا دا یې آزاد کړ پیسې ورکړې دا یې آزاد کړ. دا سید څوک ده؟ حضرت بلال ده، یو تور هغه لري او حبشي نه راغلی هغه حضرت بلال ده. د هغه په باره کښې هم ما خبرې کړې په دروغو کښې تاسې زما ټول چې هغه وګورئ له سره تر بره پورې هغه مطالعه کوي، ډېرې ښې خبرې مې په کښې کړې دي، همهغه ټول تاسو وګورئ هم چې وایي مره مطالعه کړي ووینئ په نکاح به او کنه او که نه فتنه او لوی فساد ته پر ځمکه راشي راته ایمانداري. نو حضرت عبدالرحمن بن عوف او قریش واده وکړ، همدغه راز سعید بن المسیب خپله لور یې
امیر تا ورنکړه او یو فقیر د ښه اخلاقو سړي ته یې ورکړه. په اسلام کې د ښځو یو لړ اهم حقوق شی دي. دا وایي د ژوند دون حق ښځه د اسلام نه مخکې د بشپړ ژوندون له حقه محرومه وه، لکه څنګه چې قرآن کریم د ښځې دې حق د بیا لاسته راوړلو له قبله د هغوی ژوند یې خاورو ته سپارل. محدود زنا را میکشته، د خانش کې دختر میشه دختر را میبرده د قبر میده. سبحان الله، ای چقدر دا قزان چقدر چی کده آلی که تعلیم میده و پیغمبر خدا و پیغمبر خدا امر صادر شد. اونو برتر خاندم و آیته که دا قسم مومن و مومنات ذکر کرد، دیگر گفت که به هر جایی که نام مومن است در اینجا مومنه هم هست. پس زن از مرد کده چی نداره، برتری داره و اینی نداره. شما این رو بفهمید، توهین نکنین زنه. د بشپړ ژوندون له حق محرومه وه، لکه څرنګه چې قرآن کریم د ښځې دې حق د بیا لاسته راوړلو له قبله د هغوی ژوندی خاورو ته سپارل په ټینګه سره غندي او هغې معصومې وژل شوې ته خطاب کوي. څو د دې وحشیانه وژلو وژون کې او داسې د او کلتور پلویانو پام واړوي. څو د داسې لویه جرم او بې وجلو نجونو په ژوندون به ډېره بې رحمي سره د تېری مخه بنده شي. او له دې قبله یې وفرمایل چې واذا الموءوده سئلت بأي ذنب خدای وایي اذا الموءوده هغه سوې د مور له ناسه وتلې یو موعود سئلت کوې تا چې ته ووژل شوې او په قبر کې دې جای شو. اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتل په کوم ګناه یې ته ووژل. نو دا څه جواب لري دا سړی؟ یا ایزام نکنه دا خو اصلا تا دیگه در قرآن کریم هر کلا وایی کنم یا ایزام من قتله، یعنی کلش جوان خواه رو لان در کلیشی انجلی او پختله شی چه با کم گناه او وزل شوا. دیدی آیه کریمه به تفسیر که بوغان لیکی چه جونی کلش سلور یا پینز کلانی که رسیدی پلاری بزان سرا در دشتی تا بیوله دشت ته به وله او کنده به یې وکیندله او دا به یې په څنګ کې ولاړه وه او په پای کې به یې وغورځوله او خاورې به یې راوړي ته وله یعنیبه مې خانم جریانم میگیره چې تو اولاد شه مې بره او بازره د خاک میندازه او خاک میکنه ای بره چې ستا د سیل میکنه باز در زیر همو خاکا او رو میندازه. رانقلشهای چه ده په هر کله ویل دو عمل دی جاهلیت دی زمانه ما جورایی حضرت عمر میگه که دو چیز از جاهلیت مرا بسیار متاثر میکرد، یعنی ما هم دو بودی مالتا او هم می پا خنده را بودی هم مرا به خنده میاره. بین کفر و مسلمان چقدر فرق هست؟ او در وقت کافریش دختر خودش میبرد از زیر گر داخل میکرد، دا وقت مسلمانیش آلی خنده میکنه و گریانم میکنه، عرضیش میکنه حضرت عمر که ما چرا خب بودیم و چرا خب شدیم، مثل که یک چهار پای بودیم پس با دو پای استاد مرکت خدا مسلمان شد. پس از اسلام دور نرویم از برای خدا، اسلام ما کم بگیرم مثل که به چیپانم خداوند سر شما رحم میکنه هم در دنیا هم در آخرت. نروین از دین نبرن و بده پیسه و بده مال و چی و چی برای من چی نداره، منصب نداره، چی نداره منصب چی؟
یک دو روز زندگی دیدیم امور در راه دعوت خداوند تیر کنیم اگر خدا قبول کنیم دعوت ما را ای پروردگار سر ما رحم بکن یا پروردگار دی جاهلیت زمانه ما جوری و همه خاندار اون دیر حضرت عمر میره آقا سه چه می جاروی آقا داده چه ما خپل لور جانده ای دی خوارو لنده کهول تا بوتلا اما اول تا کنده و کندله و خو حقیق ما دی گیره تا خوار سندله من میگه دختر خدا برده بودم و دختر خدا میخواستم که در گور پرتم او خاکار از ریش من دور میکن او نپویده چه زه سپره که او را نمیفهمید که مصر ازی چی میکنم او بیا ما حقا کنده تا واشه ولا وارتا ولا او پا بیره می خاورو پره را وارا ولی پا بسیار بزودی خاک را سرش چی کرد کلا چه دا پیخه ما یادیدی وقتی که ایگه بیاد میانا ساپا پا جلاشم نا آقا با گریان میشم حضرت عمر میگه پا جلاشم او حقا پیخه می خندوی او حالت مرا به خنده میره ها داوا که ما لکه دی نور و پشان لخورما که جوی نا زان تا بط جوڑاو او دی شپی و میخ پل سر پوری دی زان دی ساتن لپاره که خودو از طرف شب او را بالای سر میم که اینی نعوز بلا خدا نمیسه چی وای جور میکره این بالای سر میوره دی ساتن لپاره که خودو کی ما را نگاه میکنه خو سبا بچه لخوب را چیز بزن حقا با می خوللو کلا چه دا رای دا را پزرشی نو بیوار خنده را چی که ما یک خورما را چند خورما را جور میکنم با یک شکل بالای سرم میمانم وقتی که صبح میشد وقتی چای ما امور را میخوردم پس قدر چی پس این چی رقم خدا بود چون ما به شب نگاه کردم در اون ما خودم او را خوردم چقدر یعنی چی بودن میگه ما هم گریان میکنم هم آلی خنده میکنم ما چقدر جاهل بوده چقدر نادان بوده این مردم هایی که کافر هست ما خدا را نمیشناسن باور به خدا کن که اینا بسیار جاهل و نادان هستن نمیفهمن فکر شما شد یعنی این چی ما بود میگه این رقم حالت بود دهید کرامت حق شده لذی قبلا که انسان ده او تکریم او احترام ورده الله تعالی فرمایو لقد کرمنا بنی آدم ما کرامت ورکل بنی آدم تا که بنی آدم هم ننرد هم خزه دیشه تملک دی مال لاست راولو حق شده پا مشروع الله را کولاشی لکه سړی یعنی سی یو کار وکړي سې مال لاسته راوړي دا کولی شي دا څوک نه شي بندولی شی لکه سړی مال کسب کړي ځکه صالحه زما په دې اړه لري او د مال اقتصاد یو سبب میراث دی چې په شریعت کې دا حق ورته ثابت دی او ښایي دې ټکي ته پام وکړو چی یوا دی تملک یعنی دیوشی لاست راولو حق دی چی عومی حقوق پوری علل دی کلا چی یوشی لاست راولو شی بیا دی ملکیت حقی پری ثابتی گی چی حقوق خصوصی پوری علل دی دوالا دول حقوق شزا برخ منظر دوالا شزا حق لئی چی زان سنگار کل خبر نیڑتا ہے شزا حق لئی چی گانو واغنی گانو والی پاک جائے کسی خبر نیڑ سر و خسر دا امام ابو حنیف رحمت اللہ دیشتا دی پا گانو زکاة لازم گردی اما جمہوری علماء پا زکاة نی لازم گردی یعنی زکاة ارچا که زنا همی آلات چی داشتا باشا زکاة شبتا امام ابو حنیف سر میگا دیگه چی ها میگا که نی پروانه دارد چیزی ترس ترس وقت نه دیگه دیمان حنیفه سیست
شز حق لري چې غانو واغوندي او غانو واغو حنينه وغوښتل دوه غانې غوښتل دی او سهاریت شز حق لري چې داسې ولل امر نه اطاعت ونه کړي چې مشروع تعلیم دروازې پرې بندې کړي هیچې نفس یې د وخت نه نهشته کړي وختي براون ګپې جالب پیدا شي ښځې حق لري چې داسې ولل امر نه اطاعت ونه کړي لکه هیبت الله چې د مشروع تعلیم دروازې پرې بندې کړي یعنې نوې ګپسې د ما چندین سال پیش نه شته اینمی نارواست برادر نارواست تعلیم حق فرض است تعلیم بند کرده سر ذکر الله تعالی فرمایی اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم اول الامر که از شما باشد امیر هر وقت مولای دیگه که از چی هست طالب ها هم میگه که مباح دی مباح نیست به نسبت از این که فرض است این واجب است فرض است این تعلیم که تعلیم بعضی تعلیم هایی که مثلا چی باشه در موضوعات دیگه باشه در تعلیم گفته ایره بتین برای شاگرد ها همین چیزا دیگه چیزایی که به دین نباشه خود ظاهرا امونا هم ارتباط داره با چی با فهم انسان او رو بخانم گفته من در من در کتاب نوشته کده من این گفه را از خود نوشته نکده چون که شما شد شد حق لید چه دست و هم اطاعت و نکنی چه دی مشروع تعلیم دروازه پر بندی کنی تعلیم دروازه های تعلیم اصلا بند کنه این را اطاعت نکنه ذکر الله تعالی فرمایی اتی اولا و اتی اول الامر من کن از او اول الامر که از شما باشه اول الامر که از ما می باشه او چه خب خانون داره اول از امت هر کسی که رئیس جمهور می شود یا مثلا چی می شود خلیفه مسلمان ها می شود مثل ابوبکر صدیق و دیگه همه که مردم برش رای می تن. در مسجد مدینه داخل می هر کس برش رای می تن. برش رای می تن. برش رای می تن. رای زیاد خلاص اون مقرر می شود بدون رای دادن کس می شود او همه جوی حضرت عمر هم می رقم حضرت عثمان هم می رقم حضرت علی هم می رقم همه جیشان این می رقم به سر خلافت رسیده عزیز را پیغمبر خدا میگه که سنت من و سنت خلفای راشدین هم که نمیناد که به سبب مردم خودش مردم خودش امتش به اینا رای دادن اینا که سنت از اینا مثل سنت ما باری هست خوب فکر کنید اینی را چی میگه اگر او از نسل شما نباشه او آدم شما استاد کده نباشه شما نمیه که او عبیدالله کیست همین که شیسته چی نام داره این کی هسته این کی آورده این کس نمیبینه ای کی هست؟ علمای جهان میه که علمای دین که چه اهمیت داره پاچه ها سر ازی قدرت نداره مثل که علمای دین از یک جای میه با دیگه جا او رو نمیبینه نیستم آدم نیستم خدا میدنم ما خدایی هستیم نمیفهمیم اما نیستم خدا هم کی هستم؟ یک جال هست پیدا شده یک جال یعنی که سر ازی گرد دادن شده والله اعلم که ملک دیگه چی نکنه او وطن ما رو نگیره اولی الامر من کن قدی مبارک آیت که در این زل لأول الامر سر اطاعت نده تکرار شوی قدی مبارک آیت که در این زل لأول الامر سر اطاعت نده تکرار شوی اولا اولی الامر من کن او دا داسی معنی ورکی چی اطاعت دی اولی الامر تابع دی الله او رسول صلی الله علیه وسلم تعطا نو که دی اول الامر مخالف دی الله او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لامر سروی اطاعت روا ندی
دي أولو الأمر خبره كتير دي خداي رسول الله نصر برابر لي دي غيت عطر واندا تاخدها أتي علاء وتعي رسول أولو الأمر منكم سيدة تاسو لأمان زي أغا تاكل سوي دي خلق الخوانا دي أمات الخوانا أي خدا أي خلق فكروكي سي أغا أولو الأمر سي تاسو كينا ولي تاسو وش دي خبرني دا سوك دا زواندي دا ندا دا سوك دا يس كينا بيغي مجهول حالت دا اي خلقو توبهو باسي يا تسكاو سوك بيغولوي دا سوك دا الله سبحانه وتعالى دي رحمه تكدي وتا لا امر سر اطاعت في روان ديوهم شاي وانا وريد الشيء ذكر رسول الله سفرمي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تيو ولو باتشاوي معصية سر امر كيس داكارو كي اغروان ده لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق خالق تعالى اغوائي سما تاشت تعليم فرسكلي الرحمن علم القرآن قرآن متاسو تعليم در کرده او دا فرض تاسي ولولي دا واجب دا متاسواني ولولي لدينا الورد شاي بالنستا دا تعليم كي شاي دا فعال لقرآن نشلو كيهي نسي ورود والعجين ورقمون تعليم ورقلائه كي يو تكي دا قرآن لغس ربني ولو كفاتشاوي دي خبره ات احمياتنا لدي يعني دي بنده تابعداري كي في غناء ومعصيات أمر كي أمر وكلي جواز نلري يعني معصيات اگه ده أمر و كي نحي بكنا يك چيزر كي وروانا واسا ايقا في حكومت اعتبار نداره جب جب خدا اعتبار داره قانون الله اعتبار داره يعني دي بنده تابعداري كي بغنا ومعصيات امر وكي جواز نلري دي شد دي مهر حق دي واده دي تلون يو شرط داده كي يو مرمنه تا مهر وطا کلشي او فقل اي جا كسي رو نکاش بستانه كي يغاده كي هج دا عمر خود مهر نشده روش مهر چي مانا يخو كي ورنه غير مسلمان بودو چیش مسلمان شده بود و مسلمان مسلمان ها گرفت و مانده خواست ما نکاش بسه و مرکی ما تو ما هر حق فاس و این ما میتیم و گفت نهی چه خلق هست ما تو شما را حق نداره این زن خو مسلمان زن و مسلمان هستی گفت بله ها ما تو مسلمان هستی کفی پدرت را نگی کفی مرا دیدی گفت خواست هایی اگر شب مراقب و جنت و برمان و نکاری دیر بسته تو میکی دیدن کار دیگه خلاف شرع است که گفی تو که مهر نکی تا بالی خبر نده که بزن مهر داده میشه این چیز ما به چشم خود دیده خب دروازه پر بنده کرد دکه الله تعالی خب چی وقت خب خب وقت ما خلاص شده کسی دیگر وقت بتیم اگر چند زد میزنه کم بسیار نه خب به هر صورت گفت ما خلاص نشد برای شما وقت میتیم این برادر چند وقت داریم خیلی وقت داریم اگر تا شما گفت میزنه نمه چی را ماندم کسی اگر گفت میزنه سوال میکنه بکنه و اینجا را خوب بند کردیم به اینجه خیلی کس هست قطعی ما دشمنی رو ورداشت تا که خلاهان فیصله کنم به این ما او تو چی گفت هست که میتونه کنم به هر صورت برادرها این شما این حالی گفت بزنیم ما چی خدا ماندم اینجا دیگه چی دو همه مگر ما همه قبص هست اگر کسی گب میزنم ما چی رو ماندیم؟ اگر نیجا ماندیم گب بزنیم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خب برادرا، این چیزایی هست که یک کلمه دیگر هم اینجا ما نوشته کردیم که ایران برتان میگم چیز وجیبه لری که در جاهلیت زمانی غند خپل در خواهیس زایون بربر نکری او کله چې لکور وزی زان سنگار نکری. یعنی این گفت هم بسیار مهم است، زیرا الله سبحانه و تعالی فرموده که الخمار همین چادر خود را تو دور بتین از بالای سرتان، پس بیارین در زیر سینه تان جای تان را همیشه پت کنین، ایتو پت کنین جا را جا را پت کنین. اگر ریتان لچ بود خیر است، اما ای که سرتان از اون تو تا همگی زیر چی تان را ایران را پت کنین، بعد از اون باز شما مثلا براوین، اما جای خود را لچ نکنه. این صحیح است. الدنيا بخمورهن على جيوبهن وليضربن، الزنام في القرآن، في القرآن الكريم، وليضربن بخمورهن أمين شادرايشن، وليضربن، يضربن الزنان ما نظر، يعني بغزر بسري موي سرشا فتكنا، يعني دوبت شادرشا، ديارا قردنشا، وإذا كشري سنايشا، يشسينا. ای جایش و ای چایش و ای چیزایش خود کنه، ایتو نکنه که سینایش لک باید جایی که مردم میبینه او رو لک نکنه، ای رو خود کنه و باز درهای خود رو هم شود. یعنی این کار رو باید نکنه. حالی از نمی به خبورش این علاجی بونه. یکی دیگه زن به طرف شوهر به طرف یک کس سیل نکنه، به طرف مرد نیست، به طرف رای خود میبینه و چی میکنه، چشم خود عمیق به طرف یک جوان نگیره. و جوان هم قرآن کریم میگه به طرف زن سیل نکنه، چشمش زن طرف سیل سیل یک در نوانی اگر چشمش خود خیر است دیگه ایتو به دقیق چی نکنه. اینی آداب قرآن کریم است که به زنها و مردها داده، هم به زن هم به مرد، هر دوی از اینا را تعقیب بکنن. خدا واجبه لیچه ده جامعه و نگونی چیز بدن اوشکت کاره چی، یک تنگ و ترش کالا را نپوشه که بدنش معلوم شود از پیشش، و چی نکنه اینمی خاصیت های غربی را در جان خود نبیاره. یعنی زد مثل که غربی هاست لپ و لچ میگرده و چی میکنه، این رقم نکنه. مسلمان به طور همون مسلمانی خود لباس بپوشه، خود نگاه کنه، اما روش الا ما ظهر منها، این قرآن کریم الا ما ظهر، مگر اون جایی که رویش است او رو پت نمیتونه، زیرا که پت نمیکنه که میغلطه یا چیزی رو میفروشه، رویش کلیچ نباشه چی رقم بفروشه، یا مثلا در محکمه کار میکنه یا در جای او وظایف که برای زنا میره فرق کنه، از او کسی زنا رو من پیدا نمیکنه. اما باید لباسش همون رقمی باشه که در قرآن کریم آمده و همچنان در شریعت اسلام آمده، اون نمو رقم چی بکنم دیگه، این رقم کارانم باید بکنم. او هر خلق چی جایش لچ هست نیکن در هست، ای وای دی دوزه خلق دی، ای قرآنی که این مردم دوزه خلق دی، او ما تو روز پوری هاگوی تا دیلی دیلی یو دل حق خزی دی چه داسی جانی وقتی دی چه بدنی ورسخ معلومی دی،
دا جامع لرونکی لوتی خزیدی یعنی دوی جامع پتن لری خو پا حقیقت که لوتی دی این تو زنا باید که کار نکنن ما همه چیز گفتیم شده و یبالا این چلا کار لکور هستی و عطرون و خوشبویی و دشان و نویی این بسیار چیز هست که ما در کتاب خود گفتیم اینه برسان باز میخوانم انشاءالله این به زنان خوب است و به مردان یک حالت جلابی آمده و حالت جلابی بودیست تو کچ خوب گب نزد نه ما خوب از ما وقت دادیم یک چیزی لیکن گبی بزنم که مطابق چی برابر باشه مطابق قرآن و سنت باشه ما نه پشتو را خوش داریم نه تاجک و نه ازبک و نه هزاره ما کسی را خوش داریم که مسلمان باشه ها؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن بر مؤمن مثل یک بنیان وریاد که يشد بعضه بعضی بعضی دیگر میگه مؤمن بر حالا در بین تاجکای تو مردم های مسلمان هست که خوب عالم خوب صحیح در بین پشتون هم همی تو مسلمان هایی هست که خوب صحیح خوب همی دین یک کم یاد گرفته و فهمیده دیگه یه اعلان میکنه حمایق از حد زیاد پشتونی که کسی صلفه کدن اتانا یه دیگه رای خدا نیست برو تعلیمش بند کنی یه رای خدا نیست من نمیدانم که چی فایده و چی نا کرد هم خودشان عذاب داد که چه خداوندی سخت است و همین یکی از اینا عباس استانیزه ما خواهدی که میبینیم ایوان وقت تو بیچاره خوب گفت میزن گفتی از او را چی نمی کنه امی دیگر را چپ دانا چان پت و نگه که نمی خود درست کرد این برادر را که نمی را چی کنه چی جا پس بنام خدا خیسته بودیم که دانا دین خدا چی کنه از او مردم های پیشتر که خرابتر کار انجام دادیم که دعوت بند کردیم دین بند کردیم تعلیم بند کردیم بسر زنها بسیار کار چی شده باید از این صرف نظر کنم توبه بکشن اگه با دست خودشان اگه نیست خوب برون دیگه اگه اینا مردم دیگه جواب بود یا دیگه فکر هستن دیگه چی میکنن دیگه در اینجا لازم نیست زیرا این وطن بسیار وطن خوب است از نگاه دین بسیار علمای خوب داشتن در زمان در هر چیز یک وقت بود که ما میدیم که غیر علما کشته میشود در داخل مسجدش نیازی سر داخل مسجدش کشته میشود کی کشته؟ هیچ معلوم نشد که پاچا برای چی هست؟ رئیس جمهور برای چی شده؟ که قیچی در نمیفهم و یک نفر در چی بود؟ بسیار سالای پیش ما رو دیده بودیم در لوگر چی لوگر دمی اول که می روی دمی چیش دیدم یه چیش بود بسیار عالم خوب بود امون رو کشتن رفتن یک پروگرام بود که باید علما از بین براون این چیزا خمیه اینا شاید تو پروگرام نداشته باشن اما پروگرام جاهلیت و نادانی دارد تعلیم رو بند می کنه سگه در خزه در این پشت پشتوی مردار رفته این پشتوی مردار است که زن تعلیم می شود زن چی ما اون یکی کتاب ها رو نوشته شده چی ها شده اینا همه گی پیش از اینا صفر است به نسبت از این که اینا نمی فهمند چی را خب برادر من اگه بسیار چیزا پیشون رفت و ای را ببینن که در اینجا ای را شنیدن که درخت ها سجده میکنن همه رقم که در قرآن گفتن همه رقم دیده شده که درخت ها سجده میکنن پس بترسیم
إذا ما يقول القرآن الكريم معجزي بزرق محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى فرمنا يقولون تقوله بل لا يؤمنون هل يأتي بحديث مثله إن كانوا صادقين. مثل القرآن يك كلمة رجل هيك كذا دنيا نمت هل يأتي بحديث إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء هم خالقون. از غیر چیز شما پیدا شما خودتان خالق هستید. یک کافر را شما چی میکنید؟ بدان خالق خدا را خدا را چی کنید؟ سر خدا را نشتا بیاره خدا را بیاره قل لین نیست و از لین چون این حیات بیسی حضر و قرآن را یکی نمید بیاره کان و بعضی بهی را هیچ کس مثل قرآن یک آیتی ساخته نمید کنید. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء الا اوتي من الايات ما اوتي وامن عليه البشر ان كان الذي اوتيت وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعين يوم القيامه. يك شيخ علامه محمد ابو زهري استاذ ما بود در جامعه القاهره استاذ ما بود ما از اون شب درجه بلند گرفتیم و خداوند او را بیامرزه هر شب بهش دعا میکنم هر شب در این دعا میکنم عالمی بسیار جلیل قدر این گفته است که در عرض نوع جدید ظاهر گرده است که آن را اعجاز علمی میگه منظور از آن متضمن بودن قرآن به اشارات و دلالت های بر حقایق علمی که مجهول بوده این چیزها را کس نمیفهمید و در قرآن کریم هم دلال میندره یا تصور نمید رسول امی در محیط امی و در جهانی که نمی دانستن از این گونه حقایق چیزی و مشروف در این آها در این روان شیخ عبدالمجید زندانی و دکتر زندانی رو می فهمند در یمن است که تعالیم کلان است سبحان الله میره در امریکا میره در ارجه و منو که زنده است آوالی در وقت جهاد و هم قطع مجاهدین ما در تباس اجاز علمی قرآن کریم کتاب ساینس نیست ولا کتابی است که در علم فلک یا فیزیک یا کیمیا یا علم حیات نوشته شده باشد. الله تعالی سنوریه معدن فی الافاق و ینفس این وقت ما نازلیم و خلاصی میرسه و کسی گپ نزد و او یک نفری که چیست خراب تو خواه ایراجه و ایمه گپ میزدم بسیار و برای از این مسئله دیگر روز بخیر. بسیار خوب گفت است که امی ذره چی است؟ ذره که از پیش از این اتم جور می شود و از اتم مردم چی می کنند چی؟ این در قرآن کریم چی رقم آمده؟ یعنی ببینید و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین وما يعذب وما يغيب عنه از پیش پروردگار یعنی غایب نمی شود او چیزی که در ذره است او رو به چشم دیدم نمی تانه و در این کائنات هیچ قدر چی نیست که او رو ببینم از او باز یک چیز دیگر جور می شود که او اتم است و او انفریار می کنه و چی پس در روشنی از او شما باید چیزها رو میبینید مثل یک انشتین میگه از روشنی از او شما باید چیزها رو در ماورای طبیعت میبینید در ماورای طبیعت این چیزها رو میبینید وقتی که میبینید حکم میکنید با وجود خداوند مثل یک انشتین میگه اول قدم عالم میکنه عالم قدیم است وقتی که چی پیدا شد همی چی پیدا شد تلسکوپ هابل تلسکوپ هابل یک ما خودمان دیدیم که اینا همی جمع شده بود یعنی قوائش های شنه این جمع شده بود در اوجه که دید اولا میره لذین کفرون سماواتی و لرد کانات و رد غم فتقناه و جعلنا من الماء کل شد حی سبحان الله ای آیت که نازل شد که یعنی هر چیز ما چی بده بودیم اینا یک دیگه چسبیدن چسبیدن ما این را انفجار دادیم این را که انفجار دادیم آسمان پیدا شده زمین پیدا شده آبها پیدا شده چی شده چی شده این را دید
أينشتاين، أول ما يقول قدامي عالم منين؟ عالم قديم. أي موضوع پیدایش و مرگ خورشید، پیدایش و مرگ خورشید یه کتابی دیگه است که او اینشتاین نوشته کرده. اینشتاین بسیار عالم خوب است. و این تو زنی که برش نان میداد نمیفهمید، این تو حالا تو غرق میشد در همین چی ذره پیدا کرد. و خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، آخر هست. در عالمی که هست، در ورای عالم ایچی هست، ایچی داره کشف کرد، در کرد، مسلمان شد، واو جانی کسی که مسلمان نمیشه، هر عالم میشه باید عالم مسلمان باشه، امورات اسلامی رو باید که چی بکنه، پیش ببره، و هر صورت ایچی ما خلاص شد، دیگه وقت ما خلاص شد، شما رو به خداوند میسپاریم، خداوند رحم بکنه سر همه گی ما و شما. این رو باز برتان میخوانیم، این کتاب ها ما بسیار نوشته که این رو برتان میخوانیم تا که زنده هستیم و خوانده میرم برتان. شما دین یاد بگیرید، دیگه چیزا همه گی به دست نمیخوره. دین 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 اسلام همین رو با کم بگیره و همون ترتیبی که از صحیح هست همون رو پیروی کنیم. این متبری و چی رو از نسبته الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جنت محروم نساده، از دیدار خودش محروم نساده. الله سبحانه و تعالی برای ما رحمت خود نازل کنه، قلب ما را روشن بسازه و دین خدا. الله سبحانه و تعالی از آفات و بلیات از این چیزا نگاه کنه، برای ما رحم میکنه. در راه قرآن روان شده، در راه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم روان شده. این می رحم ما را خداوند بساید رحمت که احمد الرحیم. خدا حافظ ناصر تان برادران محترم. وقت ما تیر شد، کسی گب نزد، به هر صورت نام میرا بون است فرمان در دل میگم بگم ما چی خودمون است. یا الله یا رحمان الرحیم. خیر بگم.